دوم تسالونیکیان فصل سوم. دیگر این که ای برادران، برای ما دعا کنید تا همانطور که پیام خدا با سرعت در میان شما به پیروزی رسید، در دیگر جاها نیز منتشر شود. و دعا کنید که ما از دست مردم بد اخلاق و بدکار خلاص شویم، زیرا همه مردم ایمان ندارند، اما خداوند قابل اعتماد است. او همه شما را تقویت خواهد فرمود و از آن شریر حفظ خواهد کرد. ما در خداوند به شما اطمینان کامل داریم که اوامر ما را به عمل می آورید و همچنان به عمل خواهید آورد. خداوند دلهای شما را به سوی محبت خدا و بردباری مسیح هدایت فرماید. ای برادران، ما به نام عیسی مسیح خداوند به شما فرمان می دهیم که از هر برادری که تنبلی می کند و مطابق تعلیماتی که ما داده ایم رفتار نمی کند دوری کنید، زیرا شما خوب می دانید برای این که از ما سرمشق بگیرید چی باید بکنید. ما در میان شما بیکار نبودیم، نان هیچ کس را مفت نخوردیم، بلکه شب و روز برای خرج زندگی خود کار کردیم و زحمت کشیدیم تا بر هیچ کس بار نشویم. و علتش این نبود که استحقاق آن را نداشتیم، بلکه می خواستیم سرمشقی به شما بدهیم که از آن پیروی کنید. و حتی هنگامی که پیش شما بودیم امر کردیم که هر کس نمی خواهد کار کند حق غذا خوردن هم ندارد، زیرا می شنویم که کسانی در میان شما هستند که تنبلی پیشه کردند و به عوض این که خود کار کنند در کار دیگران دخالت می کنند. به نام عیسی مسیح خداوند چنین اشخاص را نصیحت می کنم و به آنها فرمان می دهم که در آرامی به کار بپردازند تا نان به دست آورند. اما شما ای برادران، از نیکی کردن خسته نشوید. اگر کسی در آنجا باشد که از آنچه در این رساله نوشتم اطاعت نکند، مراقب او باشید و مطلقاً با او رفت آمد نکنید تا شرمنده شود. او را دشمن نشمارید، بلکه مانند یک برادر به او اخطار بدهید. خود خداوند که سرچشمه سلامتی است همیشه و در هر مورد به شما سلامتی عطا فرماید و با همه شما باشد. من پولس با خط خود سلام می رسانم. این امضا هر رساله ای را که از طرف من باشد تصدیق می کند و این است نمونه ای از خط من. فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما باد.